بارد سلام خدمت دوستان عزیز با ادامه مبحث ریاکری داست در خدمتتون هستم دوستان جلسه قبل بچه ما رسیدیم به اینجا که مشکلی که خوردیم بود که تمام یوزر آی یک یکسان بود می‌خواستیم می راجع به صحبت کنیم که اصلا چرا این اتفاق میفته و راه حلش چیه بچا اتفاقی که میفته اینه که وقتی پست اول میاد توی صفحه من دارم یه مپ میزنم درسته یه مپ دارم میزنم خب توی هر مپ هم اینجا نکنید پست لیست تو هر مپ هم به ازای هر پستی که میاد یه یوزر آیدی میخواد یوزر هدره میره یه دونه فش میزنه اطلاعات یوزر رو میگیره درست این تا اینجا حالا اتفاقی که میفته چیه وقتی پست اول من درست میکنم یه دونه فچ میزنم به این جیسون پرسوله میگم آقا اطلاعات یوزر رو به من بده میگه باشه یوزر آیدی چنده میگم یک میگه بیاین اطلاعات یوزر یک میره رو پست دوم دوباره میشه یوزر آیدی همون یکه اینا هر ده تا یه بار عوض میشه بچه‌ها حالا ما فرض میکنیم یوزر دو مثلا فرض کنیم خب میگه خیلی خب یوزر آیدی چنده میگه دو میگه باشه یه بار دیگه فچ میزنه اطلاعات یوزر دو رو میگیره مقدار استیت رو عوض میکنه استیت هم میشه یوزر آیدی دو میره میره تا صدومی بچه ها یعنی میاد تا این صدومیه بار صدوم خب بار صدوم که اطلاعات یوزر صد میگیره مقدار استیت هم میشه یوزر صد. صفحه که رندر میشه تمام یوزر ها دارن یه استیت میگیرن دیگه مقدارشون دیگه درسته چون یه استیت دارم مقدارشون رو میگیرن تمامشون میشه اطلاعات یوزر صدم این اتفاقیه که میفته حالا چجوری مشکل رو حلش بکنیم من یه دونه استیت بیشتر ندارم چجوری این مشکل رو حلش کنم بعد چیکار کنم بچا بعد استیت رو اینجا به جای که یه مقدار ثابت در بگیرم بعد یه آرایه در بگیرم خب یه آرایه بعد یه کاری هم بکنم اینجا به جای که اکشن داد پیلود رو برگردونم از اون روش که عرض کردم بچه ها میخوایم پوش بکنیم داخل یه دقیقه آرایم و یه چیزی اس... گفتم برای اینکه میوتیشن اتفاق نیفته از یه روش دیگه استفاده میکنیم میگفتیم داد 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 استیت این مدل پوش کردن بچه ها اکشن یعنی هر بار که فچ میزنه بچه ها خب چیکار میکنه اطلاعات رو م... یوزری که یوزری که میگیره رو اضافه میکنه به این آرایه و اون آ... آرایه رو برمیگردونه به ما خب حالا ما چی داریم بچه ها ما یه آرایه از اطلاعات داریم ات... اط... آرایه از یوزرها داریم بعد بیام بعد بیایم بچه داخل آ... یوزر هدرمون این آرایه ها رو یه دستکاریش بکنیم چیکار باید بکنیم اینجا نیا بچه ها خب من داخل در حقیقت اینجا که دارم میگم این ایفر که نوشتم این ایفر فعلا بردارم خب اینو بردارم فعلا میگم که خیلی خب الان استیت من یه آرایه از یوزر است من از کجا بفهمم که کدوم یوزر رو بعد اینجا نمایش بدم میام چیکار میکنم میام یه کانس تعریف میکنم اینجا رو میزنم یوزر مساوی میذارم با میگم اون آرایه رو به من بده تو اسمش هم میذارم یوزرز دیگه بچا خب اینم میکنم می‌کنم یوزرز داخل ادریسمون هم بعد بشه یوزر یوزرز بچا اینجا هم بعد بشه یوزرز خب میگم اون آرایه یوزر رو به من بده تو کارت نباشه من روش یه دونه فایند میزنم بچا دستور فایند فایند میزنم رو پیدا میکنم میگم من رون آرایه یه دونه فایند میزنم خب میگم هر جایی که یوزر دات برابر بود با دیز دات یوزر اون رو به من برگردم پس چیکار کردم کنم بچه ها؟ به جایی که هر دفعه فچ بزنم یه اطلاعات یوزر رو بگیرم نمایش بدم که اون مشکل رو به وجود میاره هر دفعه که فچ میزنم یوزر رو میگیرم اضافه میکنم به آرایه بعد میام اینجا این آرایه رو اینجا میگیرم میگردم داخل آرایه یوزر اون یوزر متناظر رو پیدا کنم. با چی بچا با یوزر آی دی. با دستور فایند خب این پرانتز هم دیگه نمیخوام این از این حالا اینجا بچا میشه دیزاتون این دیگه درسته الان دیگه درسته اوکی بعد فقط یه چیز دیگه هم اضافه کنیم ما یه حالت نال هم داشتیم دیگه اونم بذارید اینجا اضافه کنم میگم اگر ایف یوزر من نال بود خب ریترن کن نال تمام حالا بریم یه چکش بکنیم بچه ها یه کلاس نیم به این بدم این فونتش خوشگیل بشه بچه ها کلاس نیم هدر از سمنتیک خیلی خوب بچه دیزداد پرابس دیگه دیگه شد یوزر داد شد یوزر داد نه اینو دیگه نمیخوایم. چون دیگه اینجا خودمو اسم شو گوشیم یوزر خب این هم هست بچه بریم یه تستش بکنیم با ببینیم الان درست شده یا نه و اگه درست شده باشه که تمام بریم اینجا بچه یه رفرش کنم بچه نیا فکر کنم درست شد الان باید دهتای اول لین هم باشه ببینیم دهتای اول بعد شد اروین هاور بعد شد درست شد پیچ پاتریسیا چلسی همجرا عوض میشه پس مشکلمون حل شد یه بار دیگه مرور کنیم بعد این اتفاقی که افتاده بود اتفاقی که افتاده بود که من هر بار که یه پستی رو میخواستم توی صفحه نمایش میدم میرفتم یه فیچ میزدم اطلاعات رو یوزر رو میگرفتم استیت هم رو عوض میکردم بعد پست بعدی که میومد دوباره فیچ میزدم استیت عوض میشد و تو این پست مقدار استیت هم میشد برای یوزر صدم بعد تمام پست های من همون استیت رو داشتن نشون میدادن این اتفاق میافتاد من اومدم می گفتم یه یک... کار دیگه بکنیم یه آرایه تعریف کنم هر دفعه که فچ میزنم رو میگیرم اضافه کنم به اون آرایه حالا وقتی میخوام اینجا یوزر رو نشون بدم میرم میگردم تو اون آرایه یوزر آیدی این پست رو میدم میگم آقا آیدی یوزر متناسب با یوزر آیدی رو به من برگردم، من اینجا نمایش بدم اوکی خب بچه ها مشکل هم هر شد فرقی مسئله یه بهینه سازی کوچولو میشه انجام داد ببین الان تو مسئله ما هر بار که یه دونه پستی قرار تو صفحه نماش داده بشه ما میگیم اطلاعات 100 تا یوزر رو بهش میدیم میگیم برو توش بگرد یوزر خودتو پیدا کن خب چرا این کارو بکنیم چرا هر بار 100 تا یوزر به یه دونه کامپوننت بدیم میتونیم یه کار دیگه بکنیم میتونیم اینجا که داریم مپ تو میزنیم اینجا بیایم یوزر رو پیدا کنیم بعد برش کردیم دیگه لازم نباشه 100 تا یوزر رو بدیم به کامپوننتمون پس من اینو اینجا پاک میکنم بچه ها خب میارمش اینجا میارم همینجا این کارو میکنم میام میگم که همینجا که داری تو در اطلاعات استیت رو میگیری همینجا فایند رو بزن همینجا فایند رو بزن رو خود اون استیت که یه آرایی از یوزر است اون یوزر منو به من پیدا کن به من بده در قالب پراپس user.id مساویس با خب حالا این مسئله من یوزر آیدی خب اینجا در قالب یه پراپس از کامپوننت بالایی اومده من چه جوری اینجا بهش دسترسی داشته باشم داخل مپست تو پراپس یه پارامتر دومی داره مپست تو پراپس بچا به نام اون پراپس پارامتر دومشه می حالا میتونم اینجا دسترسی داشته باشم اون پراپس دات یوزر آیدی با این پارامتر میتونم به پراپس خود کامپوننت دسترسی داشته باشم اوکی این هم از این بعد دیگه اینو میتونیم اسمش رو برداریم چون یه دونه یوزر دیگه الان داره به من برمیگردونه بچه‌ها دیگه نیازی اس بذارم خب و این بالا هم باید یه کاری بکنیم خب حالا من بچه پراپس من دیگه یه آرایی از یوزرها نیست همینجا من خودم تف... چیزش کردم یوزرها رو پیدا کردم فقط یه دونه یوزر داره برمیگردونه پس اینجا الان من اه... this.props.user میتونم بنویسم اوکی حالا من یه حرکت خوشگل میزنم اینجا میرسم const استران دی اکس میکنم بچه ها میرسم user مصابیس با this.props خب تمام دیگه الان همه چی اوکیه اگه اینو نمی نوشتم بعد قبل این یوزر یه دیز دات پراپس میذاشتم اگه اینو نمی نوشتم این خط کدو هر کدوم رو فرق نمی کن. هر کدوم دوستا میتونه انجام بده هیچ فرق نمی کن. برای اینکه دیگه لازم نباش من اینو این اینو بنویسم این کردم بریم الان نباید دیگه عوض بشه بچه‌ها خب یه خطایی داد فکر کنم یه چیزی جا انداختم نه نه درست خب درست داره کار میکنه بدون مشکل داره کار میکنه یه چکش هم بکنیم بر اسم داره عوض میشه خیلی عمالی خب بچه اما مشکل ما حل شد یه مشکل ما یه مشکل دیگه داریم به بچه اپ ما الان تمام تمام شده خب یعنی الان کارمون تمام شده فقط یه مشکل کوچولو داره بریم مشکل رو ببینیم و راه حلش میریم تو قسمت بچه ها نتورک خب اینو میذارم رو ایکس اچ آر من اینجا سفر کوچیک کنم اینجا که بتونید ببینید چی میخوام نشونتون بدم خب بچه من یه بار رفرش میکنم اینجا رو ببینید چه اتفاقی میفته اینو از بالا چک میکنید دونه دونه یه دونه ریکوست دادم برای پست خب نیا کنید یه ریکوست دادم برای پست خب این اولین ریکوست من که اطلاعات پست رو گرفتم بعدش رفتم ریکوست دادم یوزرها رو بگیرم نیا کن بعد ده بار من ریکوست دادم یوزر یک رو بگیرم چرا چون ده تا پست دارم با یوزر یک ده بار ریکوست دادم برای یوزر دو و همینجور تا الاخر به نظر میاد یه مشکلی هست بچه ها چه مشکل؟ اینه که من چرا باید برای گرفتن اطلاعات یه دونه یوزر ده بار ریکوست بزنم یعنی راحتی نیستش من یه بار بگیرم دفعات بعدی همون یه هر استفاده کنم و لازم نباشه 9 بار اضافی من ریکوست بزنم یعنی 90 بار من اضافی دارم ریکوست میزنم در کل یعنی اگه تو پایین بخوایم بیایم 90 بار من اضاف... ریکوست اضافی زدم آیا راه وجود نداره قطعا راه هست برای همه چی بریم بیام جلسه بعدی را میخوام راجوش صحبت کنیم که چه ما بتونیم جلوی ریکوست اضافی رو بگیریم فعلا خدافظ